اسم این فصلمون هست بهداشت بریم و ببینیم اولین درسمون اسمش چیه و چه چیزی میخواد در مورد بهداشت به ما یاد بده آماده اید پس کتابتون رو باز کنید و درس سوم خرس کوچولو رو بیارید درس سوم خرس کوچولو خس کوچولو بارها شنیده بود که میکروب ها موجودات خطرناکی هستند. به همین دلیل تصمیم گرفت با آنها بجنگد. یک روز صبح زود چوبی برداشت و به راه افتاد. در راه به یک بچه گنجشک رسید. نگاهی به او کرد و گفت من میخواهم با میکروب ها بجنگم. تو آنها را اینجا دریده ای؟ گنجشک جواب داد این طوری که نمی شود. تو باید اما خرس کوچولو به بقیه حرفهای او گوش نکرد رفت تا به بچه فیلی رسید پرسید تو میکروب ها را این طرف ها ندیده ای؟ من میخواهم با آنها بجنگم بچه فیل گفت اگر میخواهی با میکروب ها بجنگی باید اول دست هایت را خوب بشویی خیش کوچولو که از های بچه فیل هم چیزی نفهمیده بود ناراحت و بی به راه افتاد. کمی بعد خسته و گرسنه زیر درختی نشست تا استراحت کند. بالای درخت یک کندوی اصل بود. خرس کوچولو تا چشمش به کندو افتاد خوشحال شد و از درخت بالا رفت. اصلها را با همان دستای کسیفش خورد و با خودش گفت خیلی خستم فردا بیایم و با میکروب ها می جنگم. روز بعد خرس کوچولو بیمار شد و دیگر نتوانست به جنگ میکروب ها برود. مادرش به او گفت عزیزم اگر اول از من می پرسیدی که میکروب ها کجا هستند و چطور می شود با آنها جنگید به تو می گفتم. تو باید بدانی که میکروب ها در دست های کثیف زندگی می کنند. پس برای جنگیدن با آنها بهتر از همیشه خود را پاکیزه نگه داری و دستهایت را قبل از غذا خوردن بشویی حالا هم باید استراحت کنی تا دوباره سالم و شاداب شوی خب اینم از قصه خرس کوچولو بچه ها خرس کوچولو چه کار اشتباهی انجام داده بود چه اتفاقی براش افتاد بچه ها چطور میشه به جنگ با میکروب ها بریم؟ باید یه چوب برداریم بریم بگردیم دنبالشون؟ کجا پیداشون کنی میکروب ها رو؟ به این سوالات خوب فکر کنید و جواب ها رو توی دفترتون بنویسید و برای من بفرستید. بچه ها صفحه بعد رو ببینید. نگاه کن و بگو. بچه ها به این تصاویر نگاه کنید. به ترتیب شماره ها برای این تصویر یه داستان بسازید و داستانش رو به صورت ویس برای من بفرستید. قسمت بعد درست و نادرست. جمله ها رو بخونید و با توجه به متن درس بگید که اون جمله درسته یا اشتباه.